سرخط خبرها. یک خبر خوش به مردم افغانستان: شکست طالبان در بدخشان. طالبان از گروه تروریستی انصارالله کمک خواستند. طالبان در نبردهای بدخشان 38 نیروی جاپی مقاومت کشته شده اند. بازداشت یک مرد محسن در پنجشیر توسط طالبان. توصیه های ملاحی به طلاب و مسئولی: از قوم پرسی خودداری و غیر مجرم را به جای مجرم بازداشت نکنید. و تی تی پی یک مرزبان پاکستانی را در مرز با افغانستان کش. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. بازداشت یک مرد محسن در پنجشیر توسط طالبان. طالبان در ولسوالی عنابی این ولایت یک مرد محسن را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. به گزارش سپوتنیک به نقل از رسانه ها، منابع آگاه در پنجشیر گفتند که امروز یک شنبه 1 اقرب یک مرد که حبیب نام دارد درست قبل بازداشت شده است. به گفته این منبع، این مرد از 10 سال به این سو محافظ شفاخانه ایمرجنسی ولایت پنجشیر بوده است. من به افزود که درست قبل هنگامی که حبیب از وظیفه به سوی خانهش در حرکت بود، استخبارات طالبان خریطه سیاهی را بر سر او کشیده و با خود برده است. محل نگهداری و سرنوشت این مرد تا اکنون روشن نیست. طالبان پیش از این هم در ولایت پنجشیر بارها غیر نظامیان را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت بازداشت کرده و در برخی موارد افراد را با شکنجه و یا تیرباران کشتند. توصیه های ملاحی به طلاب و مسئولین: از قوم پرستی خودداری و غیر مجرم را به جای مجرم بازداشت نکنید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که ملا هیبت الله رهبر این گروه با مسئولان معینیت استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و مسئولان قلوردوها دیدار کرده است. در خبرنامه کسوی آقای مجاهد نشر شده آمده است که رهبر طالبان به مسئولان توصیه کرده است تا از رفاقت، قرابت، قوم پرستی و منطقه پرستی خودداری کنند و غیر مجرم را به جای مجرم بازداشت نکنند. ملا هیبت الله همچنان به مسئولینشان گفته است که از اعمال ظالمانه که در دوره قبل حاکمیت آنان معلوم بود خودداری کنند. رهبر طالبان اضافه کرده است مسئولان باید با زندانیان برخورد شرعی و از تبعیض خودداری کنند. رهبر طالبان در این نشست باری دیگر تاکید کرده است که مقامهای طالبان در گماشتن افراد در اداره ها دقت بیشتر و از اندیوالی، خیشداری، سمت و قومپرستی خودداری کنند. طالبان در نبردهای بدخشان 38 نیروی جبهه مقاومت کشته شدند. پس از بارها انکار وقوع درگیری در بدخشان، سرانجام طالبان با تایید درگیری ها در این ولایت گفتند که 38 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان روز دوشنبه 2 اقرب ادعا کرده است که در نتیجه عملیات تصفیوی این گروه 38 نیروی جبهه مقاومت به شمول 2 فرمانده ارشد این جبهه به نامهای بهرالدین و عبدالحمید کشته شدند. احمدی شمار تلفات نیروهای طالبان را 3 کشته و 5 زخمی اعلام کرده است. به گزارش باختر، تای درگیری ها در بدخشان دست کم 78 تن دیگر از نیروهای جبهه مقاومت ملی نیز اسیر شدند. طالبان مدعی شدند که آخرین پایگاه نیروهای جبهه مقاومت را از بین بردند. جبهه مقاومت کشته شدن 2 فرماندهش در نبردهای اخیر بدخشان را نیز تایید کرده است. اخیراً از درگیری ها میان جبهه مقاومت و طالبان در 4 ولسوالی بدخشان گزارش شده است. شکست طالبان در نبردهای مقاومت. طالبان از گروه تروریستی انصارالله کمک خواستند. منابع محلی در ولایت بدخشان گفتند که طالبان برای سرکوب نیروهای جبهه مقاومت در بدخشان
از گروه تروریستی انصارالله کمک خواستن. منابع روز یک شنبه 1 اغرب افزودن که در نبردهای هفته گذشته میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان در شیوه بدخشان شمار زیاد از اعضای گروه انصارالله تاجکستان شرکت داشتن. و گفته منابع چند تن از اعضای این گروه از جمله سفر، ابو طه، ابو سعید و ابو جعفر در نبردهای اخیر طالبان با نیروهای جبهه مقاومت در شیوه بدخشان کشته شدند. شیوه یکی از مناطق استراتژیک در ولسوالی بدخشان است. گفتنی است که از زمان حکومت پیشین تا اکنون اعضای گروه انصارالله در آنجا حضور دارند. این در حال است که طالبان به جامعه جهانی تعهد سپرده بودند که ارتباطاتشان را با گروه های خارجی قطع می کنند. TTP یک مرزبان پاکستانی را در مرز با افغانستان کش. در درگیری میان نیروهای مرزی پاکستان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی که به ادعای ارتش پاکستان از خاک افغانستان حمله کردند، یک سرباز ارتش این کشور کشته شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از دفتر مطبوعاتی ارتش این کشور گزارش داده است که وقار علی 32 ساله روز یکشنبه 1 اغرب در منطقه حسنجیل ولسوالی وزیرستان شمالی کشته شده است. در اعلامی ارتش پاکستان آمده است که پاکستان استفاده تروریست ها از خاک افغانستان را برای اقدامات علیه پاکستان به شدت محکوم می کند. این در حال است که 3 هفته پیش نیز یک سرباز پاکستانی دیگر در درگیری با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان نیز کشته شدند. ارتش پاکستان در آن رویداد نیز ادعا کرد که مهاجمان از خاک افغانستان تیراندازی کرده و یک سرباز 27 ساله به نام اقبال را کشتند. دم و انتظار بی حاصل. متقاضیان در پنجشیر با وجود پرداخت پول پاسپورت دریافت نکردند. متقاضیان پاسپورت در پنجشیر ادعا دارند که با وجود پرداخت پول تعرفه بانکی در حدود ده ماه پیش تا اکنون پاسپورت به دست نیاوردند. باشندگان پنجشیر دریافت پاسپورت را حق قانونی خود می دانند و از مسئولان ریاست پاسپورت زیر اداره طالبان می خواهند تا روند انگشت نگاری آنان را آغاز و برایشان پاسپورت توزیع کنند. نجیب الله نام مستعار باشنده پنجشیر در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید که یک عضو خانوادهش بیمار است و برای انتقال به بیرون از کشور به پاسپورت نیاز دارد. این باشنده پنجشیر می افزاید که در دوله سال گذشته حکم عقض پاسپورت را دریافت کرده و پول تعرفه بانکی را نیز پرداخته است، اما در 9 ماه گذشته نتوانسته ثبت بایومتریک شود. آنچنان که نجیب الله توضیح می دهد، او پول 8 جلد پاسپورت برای همه اعضای خانوادهش را پرداخت کرده، اما هنوز موفق نشده پاسپورت به دست بیاورد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.